سرخط خبرها. کشته و زخمی شدن بیش از 30 تن در نتیجه دو انفجار در ولایت هلمند. گفتگوی مقام های آمریکایی با نمایندگان روسیه، چین و اتحادیه اروپا در مورد صلح افغانستان. و اعلان پیروزی نهایی بر داعش در سوریه از سوی دونالد ترامپ و نیروهای دموکراتیک سوریه. سلام و سلام و وقتتان بخیر. با بسته خبر این ساعت از نگاه خوش آمدید. امروز شنبه 3 عمل سال 1398 خوشتی است که برابر می شود با 23 ماه مارس سال 2019 میلادی. مشروع خبرها. در نتیجه دو انفجار در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند بیش از 30 تن کشته و زخمی شدند. دفتر رسانه‌های والی هلمند با نشر خبرنامه گفته است که این انفجارها حوالی ساعت 10 صبح امروز در مراسم جشن دهقان در ولایت هلمند صورت گرفته است. در خبرنامه آمده است که این انفجارها در شهر لشکرگاه و در داخل استادیوم کرزی جایی که مراسم جشن دهقان در حال برگزاری بود رخ داده است. گفته می شود که این حادثه ناشی از انفجار ماین های از قبل جاسازی شده بوده است. طبق آمارهای رسمی در این انفجارها 3 تن جان باخته و 30 تن دیگر زخم برداشتند. دفتر والی هلمند در اعلامیه گفته است که در این انفجارها به شمول خان محمد نصرت رئیس اقتصاد این ولایت 2 غیر نظامی جان باختند. دقایق پس از این رویداد شاهدان عینی و منابع امنیتی در هلمند گفتند که در این انفجارها یاسین خان والی هلمند زخمی شده، اما دفتر والی هلمند زخمی شدن وی را رد کرد. شاهدان عینی گفتند که این انفجارها زمان صورت گرفت که والی هلمند همراه با شماره از مسئولان محلی این ولایت سرگرم دیدار از غرفه های نمایشگاه زراعتی در این استادیوم بودند. مسئولیت این حمله را طالبان بر عهده گرفتند. وزارت خارجه آمریکا میگوید مقام‌های این کشور با نماینده‌های روسیه، چین و اتحادیه اروپا در مورد وضعیت فعلی پروسه صلح افغانستان بحث کردند. این وزارت در خبرنامه گفته است که اشراک کنندگان این نشست روی تلاش‌های مشترک جهت آوردن صلح، شکوفایی و امنیت برای افغانستان و بحث پرداختند. در اعلامیه آمده است که هر 4 جانب تاکید کردند که با خود مختاری، استقلال و تمامیت ارضی افغانستان و نیز حق افغانستان برای اتخاذ تصمیم‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی احترام گذاشته شود. وزارت خارجه آمریکا میگوید مقام‌های این کشور با نمایندگان روسیه، چین و اتحادیه اروپا در مورد وضعیت فعلی پروسه صلح افغانستان بحث و گفتگو کردند. این بحث ها که از 2 روز بدین سو در مقر وزارت امور خارجه آمریکا ادامه داشته است، توسط زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان رهبری می شد. زلمه خلیلزاد در صفحه تویترش نگاشته که در نشست خودش، زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان، آقای شی جون نماینده ویژه چین و آقای کوبیا نماینده ویژه اتحادیه اروپا حضور داشتند. آقای خلیلزاد در ادامه نوشته است به استقلالیت افغانستان احترام دارند، خواهان صلح برای تمامی افغانها اند و همچنان خواهان افغانستان هستند که هرگز منبع تهدید برای هیچ یک از آنها نباشد. بر اساس گزارش ها در این نشست روی صلح و پایان جنگ افغانستان و نقش این کشورها در این موارد بحث و گفتگو صورت گرفته است. وزارت خارجه آمریکا هم در اعلامیه گفته
طرف های حاضر در این نشست تأکید کردند که به خود مختاری، استقلال و تمامیت ارضی افغانستان و نیز حق افغانستان تا تصمیم های سیاسی، امنیتی و اقتصادیش را خودش بگیرد احترام دارند. بر اساس خبرنامه این وزارت، هر چهار طرف توافق کردند که بحثا در مورد صلح افغانستان ادامه یابد. همزمان با این، خبرگزاری دولتی تاس روسیه به نقل از نماینده خاص رئیس جمهور این کشور برای افغانستان نوشته است که برگشت طالبان به قدرت در افغانستان و انحصار قدرت از سوی آنها در این کشور از احتمال دور است. او افزود طبعا در افغانستان یک حکومت دموکراتیک باید روی کار بیاید. اما این عباره تعریف های زیاد دارد و افغانها دموکراسی خود را خواهند داشت. آقای کابلوف همچنان گفته که دومین کنفرانس بین الافغانی در 14 و 15 ماه اپریل در شهر دوحه قطر برگزار خواهد شد. آقای کابلوف که این صحبت ها را در پایان دیدار با مقام های آمریکایی، چینی و اروپایی بیان می کرد، افزوده است که تمامی شرکایشان به شمول آمریکا از نشست بین افغان ها در اوایل ماه فوریه در مسکو ستایش کردند. شماره از شهروندان ولایت قندوز مدعی هستند که در نتیجه عملیات هوایی شبانه نیروهای بین المللی در این ولایت 13 غیر نظامی کشته شدند. طبق ادعای این شهروندان، تمامی قربانیان این رویداد اعضای دو خانواده به شمول زنان و کودکان از قریه تولکه شهر قندوز می باشند که در اثر بمباران شب گذشته تیاره‌های نیروهای خارجی جان باختند. این در حال است که قول اردوی 209 شاهین بدون اشاره به این موضوع میگوید که شب گذشته در نتیجه عملیات مشترک نیروهای امنیتی کشور و نیروهای بین المللی در قندوز حدود 70 طالب مسلح کشته و زخمی شدند. اعتراض شمار از شهروندان ولایت قندوز به دلیل وارد شدن تلفات به افراد ملکی در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی کشور و قوای بین المللی در این ولایت. باشندگان ولایت قندوز مدعی هستند که در نتیجه عملیات هوایی شبانه نیروهای بین المللی در قریه تلوکه شهر قندوز 13 فرد ملکی جان باختند. به گفته آنان، تمامی قربانیان این رویداد اعضای دو خانواده از قریه تلوکه شهر قندوز می باشند. خانواده و اقارب قربانیان این رویداد ضمن انتقاد شدید از نهادهای امنیتی می گویند به اثر بی‌دقتی و سهل‌انگاری نیروهای بین‌المللی این عملیات ها به جای سرکوب حراس افغانان از افراد ملکی قربانی می گیرد. به گفته آنان، نیروهای امنیتی و قوای بین‌المللی باید در این زمینه پاسخگو باشند. آمیلت ما خوار ماست، خوارزاده ماست، برارزاده ماست. 12 تا شهید از رسول ارتش اینجا آواره شده آمده بود در اینجا به خاطر که دپوی ما را دولت اسلامی میکنه گفته. در صورت که چی کنه داشت که آدم ملکی بود، کدام نظامی نبود، کدام طالب نبود، کدام چیز نبود، این را آمده این رقم شهید کرده. وای دینه را دامد این آمد. این وقت آمد که به خاطر بچه ماست، دختر ماست. آمد و اینجا و این نقل رسیده شدیم. این مسلمانی این چی حال از ما بیاده؟ میاده و نزدیکی در بسیر قریه قماندان سردار نزدیک قریه چی هست؟ عقل بور. عقل بور. عقل بور. یک دقیقه. عقل بور. نزدیک عقل بور. اگر من بیتر بکنم 200 متر فاصله نداره. اونجا میاد تایره شب سه خانه را پایپک آور میکنه. از یک فامیل 11 شهید دارم، یعنی مادم وارثش از ارتش ما وارث خودم 11 نفر از یک فامیل شهید دارم، از قریه قومای وطمنزای ما شهید دارم، نفر ای ملکی زخم دارم، از قریه تلوکه زخم دارم، نفر ای ملکی شهید دارم، قریه دمشق شهید دارم، زخم دارم. هیچ چی حالت از اگر تو جنگ میکنی مشخص دشمن تا مشخص بگو که هیچ کس مزاحمت برات نمیکنه. این در حال است که قول اردوی 209 شاهین بدون اشاره به این موضوع میگوید شب گذشته در نتیجه عملیات مشترک نیروهای امنیتی کشور و نیروهای بین المللی در قریه داوود و تلوکه شهر قندوز حدود 70 طالب مسلح کشته و زخمی شده اند. در خبرنامه این قول اردو به تلفات افراد ملکی در جریان این عملیات اشاره‌ای نشده است.
عبیدالله بارکزی نماینده مردم اروزگان در ولوسی جرگه از سوی مردان مسلح ناشناس در قندهار تورو شد. سخنگوی والی قندهار میگوید که این رویداد امروز در شهر قندهار رخ داد. با گفته او مهاجمان مسلح در ناحیه ششم شهر قندهار عبیدالله بارکزی را هدف گلوله باری قرار دادند. سخنگوی والی قندهار میگوید تحقیقات در این مورد آغاز شده است. آقای بارکزی 60 سال سن داشت و بر علاوه که از مردم اروزگان در ولوسی جرگه نمایندگی میکرد، رهبری کمیسیون شکایت این جرگه را هم بر عهده داشت. شماره از فعالان مدنی کمپاین جمع‌آوری کمک به بیجاشدگان حوادث طبیعی را در اکثر ولایت کشور را اندازی کردند. آنان با برپایی خیمه ها برای بیجاشدگان تمامی ولایات لباس، مواد خوراکی و پول نقد جمع‌آوری کرده و از طریق وزارت رسیدگی به حوادث طبیعی به بیجاشدگان توزیع می کنند. در این حال را اندازه این کمپاین با استقبال گرم از سوی شماره باشندگان کشور روبرو شده و آنان را اندازی آن را برای ترویج فرهنگ کمک رسانی مؤثر می دانند. در پی نگرانی ها از وضعیت رقتبار بیجاشدگان داخلی، شماری از فعالان مدنی با برپایی خیمه ها کمپاین جمع‌آوری کمک به این بیجاشدگان را راه اندازی کردند. برگزار کنندگان این برنامه میگویند همانند این خیمه‌های دیگری نیز در 15 نقطه شهر کابل و 32 ولایت کشور برای جمع‌آوری کمک به بیجاشدگان حوادث طبیعی به ویژه سرازیر شدن سیلاب‌ها برپا گردیده است. هدف از برپایی این خیمه‌ها ترویج فرهنگ کمک رسانی و رسیدگی به وضعیت بیجاشدگان گفته شده است. و تلاش ما همیست که به اسرع وقت وقتی که بر ما معلوم شد که هموطنان ما نیاز به کمک دارن، این کمک ها را برسانیم. این کمک ها میتونه شامل پول باشه، شامل لباس باشه، شامل مواد خوراکی باشه. خیمه های جمع‌آوری کمک به بیجاشدگان از 5 روز بعد این سو برپا گردیده و مسئولین جمع‌آوری این کمک ها میگویند که تا اکنون مبلغ زیادی از این طریق به بیجاشدگان جمع شده، اما در تناسب با تعداد بیجاشدگان این پول کافی نیست. آنان از تمامی شهروندان کشور میخواهند که برای رسیدگی به وضعیت بیجاشدگان با این کمپاین همراه شده و به آوارگان حوادث طبیعی کمک کنند. من میخوایم هر هموطن دست هموطن خود بگیره. مثلا ما وقتی در یک منطقه زندگی میکنیم، باید از همسایه خود، از اهالی منطقه خود خبر داشته باشیم. هر منطقه، هر کس میتونه مثلا یک بدون خیمه از دیگرها به خاطر کمک کردن به هموطنش کمک جمع آوری کنه و دستش بگیره. برگزار کنندگان این برنامه میگویند که پس از جمع آوری این کمک ها و انجام سروی عمومی از رقم دقیق بیجاشدگان، کمک های جمع شده به وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی تحویل داده می شود و از طریق این وزارت به بیجاشدگان توزیع خواهد شد. راه اندازی این کمپاین با استقبال گرم شماری از باشندگان کشور روبرو شده است. آنان برپایی این خیمه ها و کمپاین برای جمع‌آوری کمک به بیجاشدگان را در راستای ترویج فرهنگ کمک رسانی مؤثر می دانند. مثلا حوادث طبیعی سرشان می آید و اصلی وقت کمک های ما را برسانی و همچنان کمک کردن به حوادث طبیعی یا کمک کردن و مهربانی کردن و بین مردم یک فرهنگ بسازیم. سیلاب آمد و بسیاری از خانواده های قریب دچار خسارات جبران ناپذیر گردیدند. پس اگر ما می خواهیم تا گوشه ای از دردهای اونا را، گوشه ای از خساراتی که اونا متحمل شدن را برشان حداقل، هرچه ما نمیتونیم اون خساراتی که اونا متحمل شده رو جبران کنیم، حداقل اندکی از اون خسارات با کمک کردن با وطنان عزیز خود بیاییم که جبران کنیم. این در حال است که بر اساس گزارش وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی در سال گذشته 300 هزار تن از باشندگان کشور از اثر خشکسالی ها از منازلشان بیجا گردیدند.
سال تعلیمی 1398 خورشیدی سر از امروز در ولایت سرسیر کشور آغاز شد. این سال تعلیمی در حال آغاز می شود که تنها در ولایت هرات بیش از 300 هزار طفل به دلیل ناامنی و خشکسالی از رفتن به مکتب بازماندند. در این حال شماره از اعضای ولوسی جرگه حکومت را در قسمت تامین امنیت به کمکاری متهم کرده می گویند که هرچه عاجل باید زمین یه شامل شدن این اطفال در مکاتب فراهم شود. سال جدید تعلیمی امروز در ولایت سرسیر کشور به شمول ولایت هرات آغاز شد. این سال تعلیمی در حال آغاز می‌گردد که هم‌اکنون شمار زیادی از کودکان در سراسر کشور به دلایل مختلف از رفتن به مکاتب محرومند. بر اساس گزارش‌ها در سال جاری تنها در ولایت هرات بیش از 300 هزار طفل با دلیل ناامنی ها و خشکسالی های اخیر از رفتن به مکتب بازماندند. با این حال مسئولان اداره معارف میگویند که کمپاین تشویقی را به هدف فرستادن اطفال به مکاتب در سطح ولسوالی ها از طریق شورای ولایتی، نهادهای مدنی و بزرگان قوم در ولایت هرات راه اندازی کردند. مسئولان این اداره میگویند که امسال 100 هزار طفل جدید شمول مورد مکاتب این ولایت خواهند شد. متاسفانه ما حدود 300 هزار طفل واجد شرایط خارج از مکتب یا تارک مکتب داریم که ما یک کمپاین حدود دو هفته میشه که شروع کردیم، با نهادهای مختلف دیدیم، همراه شورای ولایتی، همراه شورای محترم علما، همراه ادارات زیرب مثل امور زنان، حج و اوقاف و سایر ادارات دیگر. با این حال شماری از اعضای مجلس نمایندگان و شورای ولایتی این ولایت حکومت را در قسمت بازگشایی مکاتب در ولسوالی ها به کمکاری متهم می سازد. آنان می افزایند که نهادهای امنیتی باید با ریاست معارف همکار باشند و زمینه بازگشایی مکاتب را در سراسر کشور فراهم کنند. ما می خواهیم با جدیت و واقعیت کار بکنیم. به شخص خود رئیس جمهور گفتم، به شخص رئیس امنیت ملی گفتیم، به قماندان امنیه گفتیم، به تمام دوستان بزرگوار گفتیم که از یادم حمایت کنیم تا بتونید اصلاحات درست پیش ببرن. اما اون چیزی که ما می‌خواستیم نشد. همین رقم اگه نبوده بگو. متاسفانه در ولسوالی ها و قریجات دوردست توجهی بسیار کمی صورت گرفته در قسمت معارف. شما وقتی در ولسوالی های در 15 کیلومتری یا 20 کیلومتری شهر سفر بکنین، شما وضعیت معارف رو وقتی که نگاه بکنین در وضعیت بسیار بد قرار دارن. معلمایی که در اونجا حضور دارن با معاش بسیار پایینی، او معاش خود بیشتر باید اختصاص بدن برای کرایه خود. مقام های محلی ولایت هرات نیز میپذیرند که برخی از مکاتب به دلیل جنگ و ناامنی، خشکسالی ها و کوچ مردم از مناطقشان بسته شده است. اما مسئولان ریاست معارف میگویند که با همکاری شورای ولایتی، بزرگان قوم، مسفیدان و فعالان مدنی دروازه های مکتب های بسته را باز خواهند شد. 30 مکتب است که وابسته است که او از طریق بزرگان قومی و علما و وکلا و خشکسالی بسته است. مردم وجود نداره به اون مناطق شما امره زوا ارتباط برقرار شوه تا بتانیم که اجازه بتن که مکاتب باز شوه. بعضی مناطقی تو است که خشکسالی است و نتانستن، یعنی مردم نیستن به اون منطقه. گفتنی است که در حال حاضر 820 هزار دانش آموز در ولایت هرات مصروف فراگیری تعلیمند، اما در این میان شمار زیادی از کودکان در این ولایت بنابر دلایل گوناگون از جمله ناامنی ها، خشکسالی و بسته بودن مکاتب از فراگیری تعلیم بازماندند. در ادامه رویدادهای داخلی حالا هم گزارش نرخ ارز و وضعیت آب و هوا. یک دلار آمریکایی 75 افغانی و 45 پول، یک پوند انگلیسی 98 افغانی و 75 پول، یک یورو 85 افغانی و 10 پول، یک درهم مراد 20 افغانی و 45 پول، یک ریال سعودی 20 افغانی، 1000 تومان ایرانی 5 افغانی و 75 پول، 1000 روپای هندی 1080 افغانی و 1000 روپای پاکستانی 540 افغانی.
در خارج از کشور. سرانجام پس از افتتاح نبرد با گروه داعش در قریه مرزی باغوز در درز ظهر سوریه، نیروهای دموکراتیک سوریه روز شنبه رسما پایان عمر خلافت خودخوانده داعش را اعلام کردند. در بیانیه نیروهای دموکراتیک سوریه آمده است که داعش در نبرد با باغوز شکست خورده و با این ترتیب تنها بخش باقی مانده از خاک سوریه در دستشان را از دست دادند. مصطفی بالی از مقام های نیروهای دموکراتیک سوریه صبح شنبه در توییتر اعلام کرد که گروه داعش تمامی مناطق تحت کنترل خود را از دست داده و کاملا شکست خورده است. کمتر از یک روز پیش نیز کاخ سفید اعلام کرد که داعش در سوریه شکست خورده است. با گفته منابع عربستانی، نیروهای ائتلاف بر رهبری این کشور حملات هوایی به صنعا پایتخت یمن را از سر گرفتند و با آتش‌بسی که از سال گذشته آغاز شده بود پایان دادند. تلویزیون العربیه گزارش داد که یک پایگاه نیروهای هوایی که تحت کنترل حوثی‌هاست هدف حملات هوایی نیروهای ائتلاف بر رهبری عربستان قرار گرفته است. چند ساعت قبل از گزارش رسانه‌های عربستان، تلویزیون وابسته به گروه‌های حوثی یمن گزارش داده بود که شبه نظامیان این گروه یک پهپاد جاسوسی را سرنگون کرده است. در پی توافقی که سال گذشته در بندر حدیده بین شورشیان حوثی و نیروهای ائتلاف بر رهبری عربستان به دست آمده بود، همه عملات به صنعا پایتخت یمن نیز متوقف شده بود. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روی تمویل ناتو و دیگر مسائل مهم با صدر اعظم آلمان صحبت کرد. مقام‌ها در آمریکا و آلمان می‌گویند که دونالد ترامپ و انگلا مرکل در مکالمه تلفنی همچنان تجارت و مسائل مربوط به اوکراین را به بحث گرفتند. یکی از مسائل عمده بحث این دو رهبر تمویل پیمان ناتو گفته شده است. رئیس جمهور آمریکا از چند بعد این سو آلمان و دیگر متحدان پیمان ناتو را مورد انتقاد قرار داده و گفته است که در بخش دفاعی خود اقدامات لازم را انجام ندادند. و گفته رئیس جمهور ترامپ بخش بزرگ بودجه ناتو را آمریکا می‌پردازد که در آن کشورهای متحده این پیمان باید سهم قابل چشمگیر داشته باشند. پلیس فرانسه ورود معترضان را به جاده‌های شانزلیزه ممنوع کرده است. پلیس میگوید دلیل این تصمیم خسارت زدن معترضان و اماکن کسب و تجارت در اعتراض‌های هفته گذشته بوده است. دولت هشدار داده در مقابل هر گونه خشونت‌های تازه از سوی معترضان به شدت واکنش نشان خواهد داد. همزمان دولت فرانسه برای اولین بار سربازان خود را برای قراری امنیت در پاریس و نیز اعزام می کند. با این همه انتقادات زیاد از بکارگیری نیروهای ضد تروریسم برای کنترل اعتراضات مطرح شده است. سیاستمداران فرانسوی از تمامی احزاب در این زمینه ابراز نگرانی کردند. معترضان اعتراضات خود را به دلیل افزایش مالیات سوخت در ماه نوامبر گذشته آغاز کردند. مقام‌های دولت آمریکا می‌گویند برخلاف توییت رئیس جمهور که نوشته بود دستور لغو تحریم‌های تازه کره شمالی را صادر کرده، تحریم در این زمینه لغو نشده و آقای ترامپ به تحریم‌های آتی اشاره کرده. از روز جمعه رئیس جمهور آمریکا در حساب توییتر خود نوشت که دستور لغو تحریم‌های گسترده تازه‌ای را صادر کرده. از تصور می‌شد منظور آقای ترامپ تازه‌ترین تحریم‌های اعلام شده علیه دو شرکت کشتیرانی چینی است که روز پنجشنبه توسط وزارت مالیه آمریکا اعلام شده بود. با این همه مقام‌های دولت آمریکا کم بدتر اعلام کردند که منظور آقای ترامپ تحریم‌های آینده بوده است.
بینده های ارجمند هستیم. به لحظات پایانی این بسته خبری سپاسگزار از اینکه در این بسته خبری با نگاه بودید. بقیه وقتتون خوب، خدا نگهدار.